آمریکا خواهان مسدود شدن دفتر طالبان در قطر است. روزنامه گاردین در گزارش نگاشته است که دونالد ترامپ در دیدارش با رئیس جمهور غنی از او خواسته است که با بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنان موجودیت این دفتر را برای آوردن صلح ناکام خوانده است. سرانجام پس از 6 سال آمریکا تصمیم دارد تا درب دفتر نمایندگی طالبان در دوحه قطر را بسته کند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به نقل از منابع کاخ سفید نگاشته است که دونالد ترامپ در دیدار با رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل از او خواسته است تا با بسته شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت کند. ترامپ برای چندین دلیل موجودیت دفتر طالبان در قطر را نمی‌پذیرد. نخستین که او ایجاد این دفتر را یک اقدام ناکام از سوی رئیس جمهور پیشین می‌داند که تاکنون نتوانسته به گفتگوهای صلح منجر شود. از سوی هم عربستان سعودی و امارات از آغاز کار بر مسدود شدن این دفتر تأکید کرده و آن را اقدام از سوی دولت قطر برای حفظ روابط با آمریکا خواندند. روزنامه گاردین همچنان نگاشته است که توقع می‌رود غنی در مورد پیشنهاد ترامپ موافقت کند، اما تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. خواستیم دیدگاه ریاست جمهوری را نیز با خود داشته باشیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. ببینید، از لحاظ این که دفتر قطر یک دفتر است که به حیث پایگاه طالب‌ها در یک کشور مستقل به کار برده میشه و این یقیناً که به همو شناخت سیاسی طالب‌ها مفید ثابت میشه، ولی اگر نباشه ممکن است که طالب ها اتر احساس بکنن که یک فشار اضافی سر طالب ها وارد شده که اونا دفتر هم باز کرده نمیتونن. گویایی که استراتژی امریکا با مو وسط و گستردگیش بالای زینا تطبیق میشه، یک اثر مثبت خواهد داشت. گفته می شود حکومت افغانستان باید رسما فرمان بستن این دفتر را صادر کند، اما تصمیم نهایی در این زمینه به دست دولت قطر است. دفتر سیاسی طالبان در قطر به خواست اداره باراک اوباما در سال 2011 در دوحه ایجاد شد، اما گفته می شود از آن زمان تا اکنون کار در زمینه صلح در افغانستان صورت نگرفته است.